سلام به روی ماه همه زبان آموزان عزیزم، خیلی خوش اومدید به یک ویدئوی دیگه از آموزش زبان انگلیسی با کانال زبان دات. من مهناز هستم و توی این ویدئو میخوایم بریم در رابطه با جملات انگلیسی که مربوط هست به تحصیلات ما با هم یاد بگیریم. اینکه به عنوان مثال اگر میخواید این چنین جمله ای رو بگید، من لیسانس شیمی دارم از دانشگاه آزاد، و یا فوق لیسانس دارم در یک رشته ای از کدوم دانشگاه، و تمام اینها رو توی این ویدیو یاد میگیریم. اما قبل از اینکه بریم سراغ درسمون، لطفاً و حتماً مطمئن بشید که کانال ما رو سابسکرایب کردید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید متشکر میشم که لایک کنید. اما برای اینکه بتونیم در رابطه با تحصیلاتمون به انگلیسی صحبت بکنیم، اولین قدم این هست که مقاطع مختلف تحصیلی رو باز به انگلیسی بلد باشیم. اینکه دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری یا دکترا چی میشه به انگلیسی؟ خب، دیپلم چی میشه بچه‌ها؟ های اسکول دیپلما. های اسکول یعنی دبیرستان و های اسکول دیپلما یعنی دیپلمی که خب بعد از اتمام دوره دبیرستان میگیریم که بهش گفته میشه های اسکول دیپلما. اما فوق دیپلم، فوق دیپلم چی میشه به انگلیسی؟ associate degree. ببینید خود کلمه degree به معنای مدرک هست و گاهی به معنی مقطع تحصیلی هم هست، که اینجا associate degree یعنی مدرک فوق دیپلم یا در مقطع فوق دیپلم. اوکی، associate degree. اما لیسانس چی میشه بچه ها؟ Bachelor's degree یعنی مدرک لیسانس. و مدرک فوق لیسانس چی میشه؟ Master's degree که به عنوان مدرک فوق لیسانس در نظر گرفته میشه. و دکترا هم که همون PhD که میگیم مثلا طرف PhD داره، یا PhD که تلفظ درست H رو H باید بگیم، PhD. اما سوالی که در این مورد پرسیده میشه این هست: Do you have a degree؟ یعنی آیا تو، do you یعنی آیا تو یا آیا شما، have اینجا به معنی داشتن هست. Do you have a degree؟ یعنی شما مدرکی دارید، مدرک دانشگاهی منظور هست. آیا مدرک دانشگاهی دارید یا کلا مدرک تحصیلی دارید؟ جمله‌ای که تحویل داده میشه با I have a، یعنی من دارم یک. خب از اینجا به بعد باید اون مقطع رو تحویلشون بدید، یعنی بگید در چه مقطعی مدرک دارید. I have a high school diploma یعنی من مدرک دیپلم دارم، یا I have a master's degree. به عنوان مثال مثلا تو صحبت‌های عامیانمون میگیم که من فوق لیسانس دارم، من دیپلم دارم، من فوق دیپلم دارم. میتونید پس با جمله I have a و ادامه اون مدرکی که دارید رو بهش اشاره بکنید. اما اگر بخوایم جملات تکمیل تری رو در رابطه با تحصیلاتمون به انگلیسی بسازیم، باید یه سری عبارتهای اختصاری رو در رابطه با مدرک ها بچه ها بلد باشیم. ببینید همین چند لحظه قبل یاد گرفتیم که bachelor's degree میشه مدرک لیسانس و master's degree میشد مدرک فوق لیسانس. از B و M در ابتدای هر کدوم از این کلمات میتونیم استفاده بکنیم که به صورت مختصر به اینها اشاره بکنیم. یه نکته رو بهتون بگم، رشته ای که شما در دانشگاه میخونید یا از شاخه های در واقع رشته های علوم انسانی و هنر هست، یا از رشته های فنی مهندسی و علوم پایه. خب مهندسی ها که مشخصن علوم پایه مثل فیزیک، شیمی، ریاضی و رشته های پزشکی و اینها. رشته‌ای که شما در دانشگاه خوندید برای خودتون، حداقل اینه که برای خودتون شفاف هست. آیا در رشته‌های علوم انسانی و هنر تحصیل کردید؟ که اگر اینطور هست، ببینید بچه‌ها، لیسانس در رشته‌های علوم انسانی و هنر به علامت اختصار اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، BA بهش گفته میشه. B به در واقع مخفف شده بچلر در نظر بگیریم و A به آرت اشاره میکنه، یعنی رشته های همون علوم انسانی. پس
به جای این که بگیم مثلا لیسانس، حالا بخوایم از بچلرز دیگری که در اسلاید قبل یاد گرفتیم استفاده بکنیم، از بی ای استفاده میکنیم. کوتاه شده، مختصر شده و خیلی راحت تر هست. پس بی ای یعنی لیسانس اما در رشته های علوم انسانی و هنر، و ام ای که ام باز از مستر گرفته شده یعنی فوق لیسانس در رشته های علوم انسانی و هنر. اما اگر باز گفتم در رشته های مهندسی و علوم پایه در دانشگاه حالا درس خوندید، از بی اس استفاده می کنید برای لیسانس اون رشته ای که خوندید. بی به در واقع از بچلر گرفته شده و اس یعنی ساینس. اینها رشته هایی هستن که اصطلاحاً علمن. پس BS و MS برای فوق لیسانس این رشته ها بچه ها استفاده میشه. اما برای اینکه این مطالب رو بهتر متوجه بشید، بریم اسلاید بعد و چند تا مثال رو با هم بررسی بکنیم. ببینید، به عنوان مثال شما میخواید این جمله رو بگید. جمله هایی که میخواییم بررسی بکنیم دو حالت دارن بچه ها. یا شما در حال تحصیل هستید، میگید دارم این رشته رو در این مقطع در فلان دانشگاه میخونم، یا اینکه فارغ التحصیل شدید و کلا دیگه دانشگاه تموم شده براتون. جمله اول مربوط به حالتی هست که شما در حال تحصیل هستید، تحصیلاتتون هنوز تموم نشده. دارم لیسانس فیزیک میخونم در دانشگاه تهران. I am یا I'm doing. ببینید فعل do به معنای انجام دادن هست. با همین گرامر یا استرکچر استفاده بکنید. I'm doing یعنی در حال حاضر همچنان دارم این رشته رو میخونم. I'm doing یعنی دارم انجام میدم یا میخونم. با اضافه کردن A یا N به مقطع اشاره میکنیم. I'm doing a BS. گفتم بهتون که BS میشه لیسانس برای رشته های فنی مهندسی و علوم پایه. I'm doing a BS یعنی دارم میخونم، تحصیل میکنم a BS، یک در واقع مقطع لیسانس رو in physics. زمانی که میخواید به رشته در واقع دانشگاهیتون اشاره بکنید، از حرف اضافه in استفاده میکنیم. I'm doing a BS in physics یعنی دارم لیسانس میخونم در رشته فیزیک. حالا میخواییم اشاره بکنیم که در کدوم دانشگاه. حرف اضافه‌ای که برای اشاره به دانشگاه استفاده میشه at هست بچه ها. At Tehran University. At Tehran University. پس کامل جمله یا معنای کلی جمله این میشه. I'm doing a BS in physics at Tehran University. یعنی من دارم میخونم مقطع لیسانس در رشته فیزیک در دانشگاه تهران. و به حروف اضافه‌ای که گفتم حتما دقت کنید. اما مثال بعدی، این مثال زمانی استفاده میشه که شما فارغ التحصیل شدید و اصطلاحاً تحصیلتون در دانشگاه تموم شده. من فوق لیسانس تاریخ از دانشگاه آزاد دارم، یعنی تموم شده، فارغ التحصیل شدم. خب فعل graduate به معنای فارغ التحصیل شدن هست که در جمله به این شکل قرار میگیره. I graduated یعنی من فارغ التحصیل شدم. خب بعد از این با یک حرف اضافه from به معنای از میتونیم بگیم فارغ التحصیل شدم از کدوم دانشگاه. I graduated from Azad University. University یعنی دانشگاه. Azad University یعنی دانشگاه آزاد. I graduated from Azad University یعنی من از دانشگاه آزاد فارغ التحصیل شدم. خب نگفتیم در چه مقطعی و در چه رشته‌ای. بعد از این با یک حرف اضافه with یعنی با. With an MS. With an MS یعنی با فوق لیسانس. حالا گفتم حرف اضافه‌ای که بخواید به رشته‌تون اشاره بکنید این هست. In history. In history یعنی فوق لیسانس تاریخ. پس شکل کلی جمله به این شکل هست که I graduated from Azad University. من فارغ التحصیل شدم from از دانشگاه آزاد with an MS in history با فوق لیسانس یا مدرک فوق لیسانس تاریخ. که شما میتونید در جایگاه دانشگاه یا رشته خودتون رو اگر انگلیسیشو میدونید
که خب خیلی عالی. اگر نمیدونید حتما سرچ بکنید و رشتتون رو اسم صحیحش رو در انگلیسی بتونید استفاده بکنید در جملات. حالا شما برای من در قسمت کامنت ها بنویسید که در چه رشته ای، در چه مقطعی و از کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شدید، یا اگر در حال تحصیل هستید هم با استفاده از استرکچر درست تمام اینها رو برای من در قسمت کامنت ها بنویسید تا من هم بررسی بکنم و فیدبک لازم رو ازتون بذارم. این دو ویدیو که مرتبط با درس امروز هست و پیشنهاد میکنم حتما ببینید و اگر دوست داشتید کانال زبان دات رو سابسکرایب بکنید که از اینجا به بعد ویدیوهای بیشتری در زمینه آموزش زبان بتونید دریافت بکنید.